توی کتاب در کتابم بیشتر در رابطه با اسمش از اسرار عمومی اسلام. کتابتون رو بیارینشون. اینجوریه، فقط به دانمارکی فعلا، سعی میخوام بکنم که در آینده به انگلیسی و فارسی هم ترجمه بشه. اسمش از به فارسی از اسرار عمومی اسلام و در رابطه با اینه که و در رابطه با کلن اسلام هست، بخاطر اینکه من قبلا وقتی که مخصوصا در حزب سوسیالیست بودم همیشه در رابطه با اسلامیسم صحبت میکردم و اسلام سیاسی صحبت میکردم و حتی امروز واسه خیلی سخته که مثلا در رابطه با اسلام سیاسی صحبت نشه، ولی در رابطه با اسلام، خود اسلام و در رابطه با قرآن و در رابطه احادیث و بحث کلن در رابطه با مذهب که میشه، همه یه خورده ناراحت میشن. حالا شما شاید نه، بخاطر اینکه بی خدا هستید شما ناراحت نمیشید، ولی خیلی بهشون بر میخوره وقتی که بحث در رابطه با اسلام میشه و فقط اسلام سیاسی نه. و من این در این کتاب سعی میکنم نشون بدم که این هم سنی هم شیعه با اینکه مختلف هستش و فرقای خیلی مختلف که هستن تو اسلام، خیلی چیزاشون این همه، یعنی این اونجوری که قرآن رو میخونن احادیث رو میخونن خیلی شبیه به همه، یعنی همشون به یه قوانین خوب به خصوص شرعی میرسن و اونا رو قبول دارن و اون رو فقط اسلام سیاسی نمیدونن، اون رو مذهب خودشون میدونن. و کلن بحث تروریسم و بحث قوانین شرعی و اینی که چه شکلی سرکوب میکنن اسلامی ها، آخوندها، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی چه شکلی سرکوب میکنن و اسلامیست های دیگه و حتی کشورهایی که اسلامی نیستن، مثلا کشوری مثل مصر یا لبنان یا اردن یا هر کشورهای همه کشورهای اسلامی یه جوری انتقاد از اسلام رو حتی وقتی که در خود اسلام باشه نمیتونن خودشون همدیگر رو تحمل کنن. حتی تو مثلا برای همین فرقای مختلف با همدیگه میجنگن، برای همین سنی و شیعه با همدیگه میجنگن، برای اینکه سر یه چیز خیلی کوچیکی همدیگر رو حاضرن بکشن. یه سوالی همون یاسر پرسید، آخرین بود سوال، آخرین سوال، همون تکمیلی سوال یاسر بود که این توهم توته چه مشکلی تو چاپ به کتابتون ایجاد کرد؟ یعنی بعد به مشکل خوردیم برای چاپ به کتابتون؟ به مشکل خوردم، ولی نه فقط به خاطر تئوری توته، اصلا ربطی به تئوری توته نداشت. من خیلی نخواستن چاپ کنن، خودم چاپ کردم کتابم رو و خیلی ها نخواستم بنویسن در رابطه با کتاب من. حتی تو تلویزیون هم در رابطه با کتاب من بحث کردم بدون اینکه منو دعوت کنن، به خاطر اینکه من این، شما حتما میدونی اسمش، شما الان یادم رفته، یه کتابی خمینی نوشته در رابطه با احادیث اسلامه که توضیح میده که حتی چطوری با بچه 2 ساله هم میشه ازدواج کرد و نزدیکی کرد و این رو من توی کتابم نوشته بودم، در یه بلاگم نوشته بودم. این خیلی واسه خیلی سخت بود دیدنش و اینا، من فیسبوک من انداخت بیرون، خیلی مشکلات زیادی داشتم، ولی خودم چاپ کردم و فروشش زیاد بود، یعنی برای اولین کتابم من راضی بودم. بعد چند فکرم بیشتر از 70 تقریبا 70-80 تا کتابخونه دانمارکی هم کتاب رو خریدن، یعنی در کل راضی بودم، ولی خب بدون مشکل نبود و تهدید و اینا هم که 100% بود. بعد سوالی هم خودم داشتم اینجا، چون کتاب به صورت انگلیسی و فارسی در دسترس نیست، شما مسلمان ها رو به 6 دسته تقسیم کردید. برای خود من جالبه که بدونم اون 6 دسته فهرستوار چی هستش، اگه امکانش هست. آره برای بس. ما و دوستان، آره لطفا ببینید، من بذار پیداش بکنم. برای که یه سری مثلا اسمشون رو از این بوفه ها هستش که میری هرچی دلت میخواد برمیداری، یه سری از این مسلمان که مثلا میرن خودشون هرچی دلشون خواست از تو اسلام میگیرن، یکی اولین تیپ اسلامی اکس مسلمانه گذاشتم که
که خود مسلمان نیستن، یعنی از اسلام خارج شدن. خب اونایی هستن که ما هستیم، یعنی من خودم شما مسلمان نبودم ولی کسی که مسلمان بوده دیگه مسلمان نیست، اکس مسلمز. بعد کسایی که بخوان مثلا اسلام رو رفرم بکنن، کسایی که خودشون میگن میخوان اسلام رو اصلاح بکنن، این تیپ دومه. تیپ سوم هم اونایی که من میگم، اونایی که خودشون میرن هر چی دلشون میخواد از اسلام برمیدارن، بقیه‌اش هم مثلا نمیخوان صحبت بکنن که تو قرآن چی نوشته، تو احادیث چی نوشته شده، یا قبول دارن یا نه. و اینا این بزرگترین چی میگن تیپ اسلام مسلمان هست، بزرگترین گروه هستش برای. آره بزرگترین گروهیه که در مسلمان هستش، که خیلی از مسلمان هم اسلام رو نمیشناسن، اصلا نمیدونن تو قرآن چی نوشته شده، تو احادیث چی نوشته شده، و نمیخوان هم بدونن. اینم توضیح میدم تو کتاب، خیلی هم نمیخوان بدونن، برای که وقتی که شما بدونید توی اسلام چی نوشته شده، مجبوری بالاخره یه جوری یا قبولش بکنی یا اعتقاد بکنی از اون. برای همین وقتی یه چیزی میشنون که دوست ندارن بشنون، اصلا گوششون رو میبندن، نمیخوان بشنون، نمیخوان در رابطش باش بحث بکنن. بعدش یه گروهی گذاشتم که اسمش هستش که گروه اسلام مسلمان هایی که اصولگراه تر هستن، یعنی خیلی از نظر فرهنگی کنسرواتیون، یه نمیدونم به فارسی اصولگرا میشه، خیلی چیزترن. بله بله. مثلا نماز میخونن، حج میرن، ولی مثلا اسلامیست نیستن، یعنی به اون حد سیاسی نکردن واسه خودشون مذهبشون. بعدش هم گروه اسلامیست ها هستن که اسلام سیاسی هستش، و گروه شیشم جهادیست ها هستن که میخوان جنگ هم بکنن با مذهبشون. اسم کتاب رو دارن میپرسن دوباره تو لایو چت. اسرار عمومی اسلام. من سعی میکنم به انگلیسی هم ترجمه بکنم، حالا فارسیش احتمالاً یه خورده بیشتر طول بکشه. و یاسر پرسه چجوری میتونه اسرار عمومی باشه؟ فکر کنم این از عمد داره که آره آره. اسرار عمومیه به خاطر اینکه ما خیلی هم میدونن، مثلا خیلی مسلمان ها میدونن. open secret تو انگلیسی میگن. آره public secrets of Islam اسمش رو گذاشتم به انگلیسی، public secrets of Islam. به خاطر اینکه مثلا خیلی از خیلی هم میدونن که توی مثلا خیلی هم میدونن که اسلام با child brides که میشه با عروس بچه مشکل داره، یعنی اینکه خیلی خیلی مشکل داره با کسایی که زیر سن زیر 18 سال ازدواج میکنن توی اسلام، درسته؟ این رو خیلی هم میدونم ولی نمیخوان در رابطش باش صحبت بکنم، برای اینکه حتی الان شما زیادی هم صحبت بکنی توی یوتیوب و تو فیسبوک و اینا، شاید ببندن اکاونتتو، بگن که این هیت سپیچه، یعنی شما ضد یه مذهب دارین صحبت میکنین. ولی واقعیتش اینه که توی مذهب اسلام این وجود داره و مشکل خیلی بزرگی هست توی خیلی از کشورهای مختلف، حتی توی کشورهای غربی مشکل وجود داره. من یه چیزی بگم، من فقط یه سری کوچیک بگم، من از این کلمه اسلام سیاسی خیلی خوشم نمیاد، برای اینکه داره پیشنهاد یه جوری انگار داره پیشنهاد میکنه که ما اسلام غیر سیاسی هم داریم که نداریم. اصلا کل کتابم در رابطه با اینه که اسلام سیاسی همون اسلامه. آره. فرقی بینش نیست. ما غربی ها سعی کردن، یا کسایی که میخواستن دروغ بگن در رابطه با اسلام سعی کردن این ترم رو به وجود بیارن. خب پس نگیم اسلام سیاسی، چون همون اسلام نه، منظورم اونایی که اسلام واقعی اسلامیست، نمیدونم چجوری به فارسی، چون هم میتونیم بگیم مسلمون سیاسی، و چون که مسلمون ها خیلیشون میخوان اسلام رو تو سیاست بیارن، یعنی برای مسلمون ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به اونایی که میخوان اسلام رو وارد سیاست بکنن و اونایی که نمیخوان، ولی خود آره. اسلام رو نمیتونیم اینجوری تقسیم کنیم، یه اسم بهتر آره. پیدا کنیم. آره اسلامگرا، دقیقاً یاسر اسلامگرا. اسلامگرا درسته. آلی آلی. اسلامگرا همون اسلامیست میشه دیگه به انگلیسی، اسلامیست. آره ولی اسلامیست داریم، اسلامیزم نداریم. اسلامیزم همون اسلامه. خب پس یعنی برای وقتی در آره دقیقاً من این آره دقیقاً فرقو من خودم هم گذاشتم تو کتاب فکر کنم. آلی آلی. یعنی اسلام آره. یعنی درباره فرق صحبت بکنیم آره. میتونیم بگیم مسلمز و اسلامیست، ولی درباره عقیده که صحبت میکنیم آره. اسلام و اسلامیزم نداریم، همش اسلام. همون فرق من
خودم گذاشتم و هیچ موقع اسلامیسم رو استفاده نکردم، اسلام رو استفاده کردم و اسلامیست درسته. که آره اسلامگرا باشه.